با سلام های گرم خدمت یکایک که شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید گلشن حیدری هستم به همراه همکارم هرمز رها و یکی دیگر از برنامه های نگاه روز رو تقدیم حضور شما میکنیم. موضوعی رو که امروز با مهمان برنامه‌مون محمد آسنگرا می‌خوایم به گفتگو بنشینیم در رابطه با فساد اقتصادی داخل حکومت هست. همونطور که می‌دونید داخل حکومت جمهوری اسلامی فساد و دزدی‌ها بیداد می‌کنه و این وضعیت دزدی‌ها در جمهوری اسلامی طوری شده که خود علی لاریجانی هم نقل کرد از طرف زنگنه وزیر نفت که دزدی‌ها تا مرز 400 تا 600 میلیارد دلار هم رفته. اجازه بدید مقدمه رو طولانی‌تر از این نکنم، به سراغ مهمان برنامه بریم. با سلام به شما محمد آسنگران. با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان برنامه. محمد آسنگران، دلیل این دزدی ها رو چه میدونید؟ چه مسائلی باعث شده که گسترش پیدا کنه و زمینه رو فراهم کرده برای اینکه دزدی ها و فساد در داخل جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر و بیشتر از قبل بشه؟ قبلا اینو عرض کنم که مسئله فساد و دزدی در جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست. فقط در چند سال اخیر مواردی از این دزدی ها رو به خاطر اختلافات جناحی رو کردن. در غیر این صورت کل این رژیم اصلا بر مبنای فساد، دروغ و ریا و دزدی بنا شده. به خاطر همین دلایلش چیه؟ دلایلش ماهیت خود رژیمه. یعنی جمهوری اسلامی از همین تا الانش هم که دارن در از دزدی ها و از کنترل مسائل اقتصادی و از افشاگر کردن مفسدین به قول خودشون حرف میزنن، ده‌ها مؤسسه اقتصادی وجود داره که غیر قابل کنترل و هیچ کسی حق نداره در موردش حتی حرف بزنه، چه رسد به اینکه بخواد کنترل بازرسی کنه. از جمله منابع مالی که در اختیار خامنه ای هست طبق گزارشات منتشر شده چیزی بالغ بر 95 میلیارد دلاره و این در موردش هیچ کس حرف نمیزنه که بالاخره کنترلش چیه، مالیاتش چیه، از کجا اومده، مسئولیتش چیه، کجا خرج میشه و علاوه بر این مجموعه میلیاردها دلاری که ماهانه از طرق مختلف به بیت رهبری میرسه. این تازه بخشیه که هیچ کس در موردش حرف نمیزنه، نه این جناح نه اون جناح. منتها این مواردی هم که افشا شده بیشتر اونجایی افشا شده که جناح ها با هم دعوا داشتن، هر کدوم سعی کردن منابع مالی میلیاردی رو عاید خودش کنه و طرف مقابلش هر جا بتونه و امکانش داشته باشه میاد افشاگری میکنه برای زدن طرف مقابلش. یعنی در واقع میشه گفت ده ها مورد دیگه هست، اینا حتی حرفشو نمیزن، حتی تو جنگ جناهام بهش نمیپردازن. مثلا یکی دوتا قلم هست که خیلی آشکاره هیچ کس در موردش حرف نمیزنه. یه دو سه سال پیش بود که 18.5 میلیارد دلار پولو طلا اومده ترکیه و الانش هم معلوم نبود بالاخره صاحبش کی بود، اون پول چی شد، برش گردوندن، برش نگردوندن، به حساب کی ریخته شد، میخواستن به کجا ببرن، هم توی همه این سوالات بی جواب مونده. دستوری که هم خود دولت ترکیه هم اعلام کرد این پول از ایران اومده. مورد بعدیش تو همون ترکیه نزدیک 90 میلیارد دلار همین پروندهش باز شده، هنوز دولت اردوغان باش درگیره و در ایران سکوته، یعنی کسی نمیدونه این پول از کجا آمده، مالکی بوده، میخواستن چکار کنن باش. تازه اینا دو سه مورد افشا کردن از جمله زنجانی و اون یکی مال 300 هزار میلیارد که قبلا 300 میلیاردی که قبلا اعلام کردن، الان تازه آخرین موردها همینطوره که شما هم گفتین میگن بین 400 تا 600 میلیارد دلار ابعاد فساده. تازه این چیزی هست که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن. تازه این فقط فسادی هست که بین جناح‌های مختلف دولت فقط اینا افشا شده یا بعضا گوشایشو
اعلام میکنن و علنی میکنن. بله. در مورد قوه قضاییه و قوه مقننه هنوز کسی دست نبرده اینا را افشا کنه، در صورتی که همه میدونن کل این فساد دلایلش همه، اگر تمام اینا را کنار هم بذاریم دلیلش اینه که خود این حکومت فاسده و هر کاری بکنه بالاخره فساد جزو ذاتشه و نمیشه کاریش کرد. محمد آسانگران، این سوال اینجا مطرح میشه از صحبت های شما، این سوال میشه به وجود میاد چرا تمام این فسادهای اقتصادی، این دزدی ها همگی از طرف حکومته؟ یعنی چرا این متهمان به دزدی اقتصادی چرا اکثرا از سمت دولت هستند و پرونده هایی که خود دولت اعتراف کرده که دزدی شده، دزدی های بزرگ کلان اقتصادی که شده، چی بر سر این پرونده ها اومده؟ یعنی نتیجهش چی شده؟ بالاخره محاکماتش نتیجهش چی شده؟ ببین چند تا پرونده رو خوب بردن دادگاه و محاکماتی صورت گرفته و برای کسایی حکم صادر شده، ولی همچنان که عرض کردم اینا کسایی که جز جناح مغلوبن، هر جناحی که مغلوب میشه، جناح غالب سعی میکنه یه گوشه‌ای از این پرونده فساد رو رو کنه که هم روشو کم کنه، هم مادر به عقب نشینیش کنه و هم در این حال بالاخره سهمی از این دزدی‌ها رو ازش پس بگیره و عاید خودش کنه. الان وقتی بر میگردیم به تاریخ جمهوری اسلامی میبینیم که فساد در جمهوری اسلامی از روز اول وجود داشته، بس امروز نیست، بس دیروز نیست. عرض کردم که این فساد هم که تا حالا علنی شده بیشتر در میان افراد دولتی، حالا مربوط به هر جناحی بوده، در میان افراد دولتی بیشتر افشا شده، یعنی قوه مجریه. در مورد قوه مقننه و قوه قضاییه هنوز کسی وارد حریمشون نشده، در مورد بیت رهبری هیچ کس وارد اون نمیشه، در مورد خود دستگاه سپاه پاسداران که بزرگترین فساد مالی تو چارچوب فرماندهان سپاه پاسداران اتفاق افتاده، کسی هنوز وارد اون نشده، چون اینا قدرتی دارن راحت نیست قوه قضاییه بتونه واردش بشه. به این معنا میتونیم بگیم چند تا قوه هستن که به اندازه اونا اگر فاسد نبوده باشن کمتر نبودن: بیت رهبری، قوه قضاییه، قوه مقننه و سپاه پاسداران. یعنی چهار تا مرکز فساد وجود داره که هیچ کس در موردش حرف نمیزنه. تمام این پرونده ها که رو شده یا حرفایی که دارن میزنن عمدتاً در چارچوب قوه اجراییه یا دولتیاست که داره مطرح میشه. به این معنا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که هنوز یک چهارم یا یک پنجم از فسادایی که اتفاق میفته در موردش تازه حرف میزنن. و به این معنا میخوام بگم این دزدی های میلیاردی که داریم میشنویم و میبینیم، هر آخوند و آیت اللهی که در رأس امورات مالی قرار گرفته، مثل بنیاد شهید، مثل قدس، مثل نمیدونم بنیادهای امام به قول خودشون، مثل بیت رهبری، مثل امامزاده هایی که درست کردن، مثل مشهد و قم و غیره، زره، همه اینا منابع فساد عظیم مالی هن. اینطوری نیست که فقط در میان هیئت اجرایی یا در میان دولتی ها این کارو کردن. بله. دولتی ها که فاسد بودن به جای خودشون دارن میگن، در مورد بقیه حرف نمیزن. و این مسئله تا اونجایی ریشه دوونده عملا غیر ممکنه فساد رو بتونن در چارچوب جمهوری اسلامی ریشه‌کن کنن، حتی کم کنن، حتی کم کردنش امکان نداره. فکر میکنید که با این شرایطی که شما توضیح میدید، با این فساد و دزدی‌های اقتصادی کلانی که دامنگیر شده، واقعا فکر میکنید با این وضعیت ما چطور داریم صدور دستور 9 ماده‌ای برای مبارزه با فساد؟ یعنی چی شده الان اومدن یه صادر کردن یه ماده ای رو این وسط؟ خیلی به نظر با متناقض میاد با اتفاقایی که داره میفته. فکر میکنی میتونه یه موزلی از این شر از دردای جمهوری اسلامی کم بکنه؟ قطعا نه. این دستورالعمل نو ماده ای روحانی که اعلام کرده برای
پیگیری فسادهای مالی و دزدی‌های اقتصادی که در چارچوب جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اساسا این رو به تعرضش و جهتش و نوک پیکانش رو به جناح احمدی نژاده. این از اول معلوم بود. احمدی نژاد بین بخشی از فرماندهان سپاه، نیروهای اطلاعاتی، نیروهای معتقد به جمهوری اسلامی، اطرافیان رهبری، اینا کسانی دستشون باز بوده و در ابعاد ده هاوس الان خود ترکان اعلام کرده، گفته ابعاد فسادها خیلی بیشتر از اینه که تا حالا اعلام شده، و گفته ده ها هزار، این ابعاد به ده ها هزار میلیارد میرسه. حساب کن داستان چیه. تمام بودجه سال 93 ایران، کشوری 80 میلیونی، بودجهش 220 فکر کنم 20 میلیارد دلار گفتن بودجهشه. این آقا داره میگه ابعاد فساد ده ها هزار میلیارد ابعادشه، و به این معنا خود لاریجانی میگه 400 تا 600 هزار میلیارد. همه اینا که نگاه کنی چند برابر بودجه کل جامعه ایران اینا دزدی کردن تا همون حدی که تازه اعلام علنی کردن. میخوام بگم این مسئله ساده ای نیست، و روحانی این دستور عمل نه ماده ای رو اساساً به این منظور اعلام کرده که بتونن ریشه های جناح احمدی نژاد رو در میان مؤسسه‌های اقتصادی بزنن و خودشون مسلط بشن. این طرح و برنامه‌ای بود که قبلا رفسنجانی داشت و بعدا الان شکل اجرایی اون سیاست رو روحانی به عهده گرفته، و چون ابعاد ورشکستگی اقتصادی بر اثر همین دزدی ها و بر اثر سیاست هایی که در سطح بین المللی پیش میبره جمهوری اسلامی به حد نهایی رسیده و دیگه هیچ امکانی ندارن بالاخره رفع و رجوع کنن، توجیه کنن، الان دو تا کار دارن میکنن. یکی میخوان اون جناح بزنن تا آخر، یکی میخوان در مقابل غرب اون ادعاهای عجیب غریبی که میکردن و اون شونه بالا انداختنی که در مقابل غرب شده بود رسم و سنتشون، الان میگن ما میخوایم کوتاه بیایم از این ورم اون جناح رو دستشو کوتاه کنیم از این دزدی ها، آید جناح دیگه بشه که الان در قدرته. بله. اینو شما نداشته. اگر فردا دولت بعدی بیاد از همین دولت آقای روحانی ده ها نفر رو به عنوان فاسد و دزد معرفی میکنه، چون بله. همشون دخیلن در این دزدی ها. بله. محمد حسن گران ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، وقت خیلی کم هست. آخرین سوال رو مطرح میکنم و برنامه رو به اتمام میرسونیم. فکر میکنید این دزدی ها که از ثروت مردمه، از واقعا تمام دارایی مردمه و مال مردمه که داره دزدی میشه، این دزدی ها از مردم، در واقع جیب مردم داره دزدی میشه، فکر میکنید دولت میخواد چیکار کنه؟ به این روشش میخواد ادامه بده، با مردم میخواد درگیر بشه، به این فساد، به این دزدی ها و فسادش میخواد ادامه بده؟ وقت خیلی کمه، لطفا کوتاه. نه، به نظر من دولت روحانی هدفش اساسا رو به مردم نیست. رو به مردم همون کار کرد که حداقل دستمزدها رو تعیین کردن، گفتن قانونا شما محکومید به گرسنگی و به زندگی زیر چند برابر زندگی زیر خط فقر. اینو روحانی اینو گفت، قانونشون اینو گفت. این دزدی ها و افشا کردن ها و طرح دادن ها و نوماده آوردن ها همش به خاطر دعواهای جناحیه که دارن پیش میبرن. فردا جناح دیگه هم اگر بیاد سر کار، همین کار در مورد روحانی خواهد کرد. این کاریه که به نظر من جمهوری اسلامی مشغولشه و غیر ممکنه جمهوری اسلامی و هیچ حکومتی از جمهوری اسلامی، هیچ دولتی بتونه فاسد نباشه، چون از رأسش از خامنه‌ای گرفته تا پایین ترین مقاماتشون دزدن و فاسدن. اینا آدم خوب و پاک توشون پیدا نمیشه. کسی که این توهمو داشته باشه به نظر من جمهوری اسلامی نشناخته. بله. با تشکر از شما محمد آسانگران. خیلی ممنون. و با تشکر از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز و روزگار خوش.